الو جانم، الو جانم. الو، سلام کشو شمید، خوب هستین؟ سلام عزیز جان، حال شما چطوره؟ سلامت باشین، خدا رو شکر، زنده باشین. باز خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، ممنونم که برای ما دعا کردین. یه ذره حالم قبلن بعد گفتم نفسم میگرفت و اینا، باز یه ذره بهتر شدم، خدا رو شکر. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای شدم. سلامت باشین. کشی شمید، من چیزی در رابطه با یه موضوعی میخواستم صحبت کنم. بعد به خواهرارزام گفتم بود اگه شد بهتون بگم، گفتن یه شد حالا پیام صوتی براتون میذارم. من یه موضوع خیلی جالبی در رابطه با این بت‌پرستی عرب، بت‌پرستی تاریخ عرب تو اینترنت سرچ کردم، خواستم اگه بشه شما مثلا بزنید اگه سلاح دیدید رو برنامه نشون بدید. تو اینترنت اگه مردم سرچ کنن بت‌های عرب در رابطه با تاریخ قبل اسلام، که این الله بت عرب خیلی جالب تاریخچه‌شو نوشته، که گفتم قبلا هم توضیح دادم که مثلا توی یوتیوب هم سرچ کنن مون گاد الله میاره که مثلا این خدای ماه بوده و توی یه سری اسکرول ها و همون تومارهای تاریخی مال 700 سال قبل از مسیح توی دریای مرده نزدیک ترکیه اینا بوده، که این قبل از اسلام و این قضایا اسم دیگه شیطان بوده این الله و پرستش میشده. و حالا روی اینترنت اگه مراستش هم بودهای عرب، یه سایتی خود مال سایت رو فکر کنم حوزه علمیه هست مال خود جمهوری اسلامیه، توش یه سایت اسمش حوزه HAWZAH، اونو برن یه کتاب گذاشته تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت علی دعوانی، خیلی جالب نوشته در رابطه با این بودهای عرب، که مثلا در رابطه با الله نوشته، که مثلا من خوندم اصلا این الله بزرگترین بت قریش بوده، محمد هم از طایفه قریش بوده دیگه. بله. من چیزی که فهمیدم مردم اصلا با دید همین بت پرستی اینو ببینن، کل داستان اسلام اینایی نبوده که محمد بیاد بگه مثلا خدای واحد رو بپرستید، کل داستان این بوده که مثلا هر قبیله بت‌های خودشونو می‌پرستن. این داستانش این بوده که قریش، اسلام به معنی تسلیم شده است دیگه، بیان تسلیم بشن به قریش، فقط الله قریش رو مثلا پرستش کنن، که اینجا مثلا حالا در رابطه شاهدش هم اینه، خیلی مثلا مسلمان فکر میکنن الله مال زمان بعد از اسلام و اینا، اسم پدر محمد عبدالله بوده، یعنی بنده الله. بله. یعنی قبل از محمد هم این نشون میده که این الله پرستش میشه. ولی تو همین صفحه یه چیز خیلی جالب نوشته، این ملت پاپشن میرن حج و اینا، تمام مراسم حج تو تاریخ قبل اسلام همین مراسمیه که الان میرن، باورتون میشه؟ همین مثلا طواف میکنن خانه کعبه و حتی یه چیز نوشته واقعا خیلی جالب بود برای من، این تی میکنه از مسیر بین صفا و مروه، اگه تو همین صفحش بت‌های عرب سرچ کنه نوشته تو زمان قبل عربا دو تا بت بوده، همون خدایان عرب یا همون دیوها بودن احتمالا، اسم یکیشون معتم و تی بوده، اسم یکیشون هم مجاور و رای، یکیشون تو صفا بوده یکیشون تو مروه، و همین الان هم که هنوزه مسلمان ها اون یه تیکر رو مثلا میرن به نشانه همون چیزای بت‌پرستی، نه یعنی داستان همون بت‌پرستی قبل اعرابه. و یه چیز خیلی جالب جالب به خواهرارزو گفتم، ایشون هم گفتن واقعا متعجب شدم از این، تو همین صفحه نوشته ای که از بت‌های عرب اسمش فلق بوده، فلق حالا چیه، یه سوره داریم نوشته قول اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خدای فلق، یعنی ببینید داستان همینه، حتی تو قرآن سوره فلق هم پناه بردن به یکی از این بوتاست، این فلق اسم بوت بوده. بعد حالا فلق به معنی چیه؟ فلق به معنی سپیده صبحه، اینا رو همه میشه نشانه یا سپیده صبح، اسم شیطان رو چی گفته تو کتاب مقدس؟ لوسیفر. لوسیفر معنی چیه؟ ستاره صبح. نه همه رو کنیم یه رفتی به هم داره. من تمام اینا رو خوندم، نتیجه کلی این بود، و حتی یه چیزایی که تو قرآن
که همون به قول شما گفتین خدیجه همسر محمد یهودی بوده و یهودی از همون یهودی های به قول گوساله پرست بوده. اولین و بزرگترین سوره قرآن چیه؟ سوره بقره. معنیش چیه؟ معنیش ماده. و حتی میبینید یعنی با سوره گاف شروع شده که یعنی حتی مقدس بوده براش. بعد میگم اصلا خود مردم حتی همین تاریخ اسلام بخونن، تاریخ بت‌پرستی اسلام بخونن، درباره همین الله بخونن که مثلا بت عرب بوده. تو خودم مثلا میگم یوتیوب سرچ کنم مونگارد الله خدای ما، اسمای دیگه داشته مثلا، مثلا ویدیوهاش هست اسم دیگهش مثلا توی فرهنگ‌های دیگه ایشتر بوده یا تو کتاب مقدس هم آیاتش هم حتی تو ویدیوها نوشته. تو عهد عتیق اومده مثلا با سنگیر بچه هاشونو قربانی میکردن و اینا مثلا همش هست. بعدش برای ایمانداران خواستم باز یه پیشنهادی داشتم، دیشب دیدم برنامه‌تون درباره حیوان‌آزاری و اینا بود که مثلا توی اسلام قربانی و اینا میکنن، دقیقا مثلا حیوان‌ها رو توی اسلام میکشن رو به قبله میخوابونن، سرشون رو مثلا میبرن با زجر میکشن. ما یه معلمی داشتیم حالا تو زمینه همین پدرشکی اینا وارد بود، میگفت مثلا این باعث میشه تمام ترس و وحشت این قربانی اسلامی میکنن، باعث میشه خون اون حیوان یه جورایی کثیف بشه، پر هورمونای ترس و وحشت بشه، واقعا مضر. و غیر اون مثلا به الله تقدیمش میکنن، بسم الله میگن، این یه جور لعنت شده است این گوشتی که میخورم مثلا قبل خوردنش تقدیف بکنم مثلا بعد بخورم. باز حالا یه سری نکات دیگه هم باز خیلی هستش. حالا در فرصت‌های مناسب، چون میدونم خدا رو شکر همیشه پر از اخبار و اطلاعات جدید هستی وقتی تلفن میکنی، هر دفعه یه مقدارش رو بگو که مردم بتونن هضمم بکنن همچنان که میشنون. اگه شما شد پس یه سرچ کنن بت‌های عرب، این صفحه خود ما رو حوزه علمی هست چیه، ما رو حوزه خودتونم تونستید یه مثلا مطالعه کنید، خیلی جالبه. اگر وقت بکنم چشم. که اسم بت بوده یا اصلا بت‌های دیگه شون نوشته کامل دست شاله ماله کشیده نوشته مثلا با دفاع از اسلام، ولی کامل نشون داده. این به همون کسی بی تعصب بخونه میفهمین همون بت پرستی. یه نکته کوچیک دیگه هم هست درباره همین کعبه که نشون دادی، این کعبه فیلمش هم بزنن، فیلم داخل کعبه بت کرده، اینم باز به نظرم جالب اومد. من سرچ کردم این کاست قابلمه هایی که گفتین اون بالا هستش، بله بله، در رابطه با تاریخ شیطان سرچ کردم، تو جادوگری یه عکسی بود تاریخی بود، حالا مثلا عکس شیطان بود، کله گاو داشت، بالا سرش دقیقا همین چیزهای کاست قابلمه‌ای توی کبر گذاشته بودن. یا حتی من یه چیزهای دیگه توی یوتیوب سرچ کردم در رابطه با جادوگرا، مثلا یه سری فلزا رو کنار هم میذاشتن یه هرچین شکلهایی که میگفتن وقتی ارواح پلید میان ما بفهمیم اینا جلنگ جلنگ کنن بخورن به هم. یا یه چیز دیگه من شنیده بودم، صبر کن، صبر 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 عزیزم، اطلاعاتت خوبه ولی فوق العاده سریع و پشت سر هم میگی و مردم قاطی میکنن. بیشتر بیا روی خط، ولی تو سعی کن یه مقدار کم کم به مردم این اطلاعاتو برسونی. مرسی از تماست برادر، واقعا ایمان بیارم مردم به خداوند عیسی مسیح. آمین. از این فرصت رو من دادی، هر چه خدا بخون بهشون میده. آمین. خداوند عیسی مسیح برکتتون بده. آمین. امیدوارم بت پرستی هم دست بکشن ایرانی ها و همه جهان. خدا نگهدار باشه. مرسی. مرسی از تماس عزیزم.